بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده و نصلی علی رسوله الکریم و علی آله و صحبه اجمعین و من تبعهم به احسان و ایمان و جهاد الی یوم الدین، اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. حضور ارزشمند همه شما عزیزان و فرهیختگان اراکین بلندپایه دولتی جناب شیخ سیف در این محفل و در این رویداد سپاسگزاری و تشکر خیلی مقدم عرض می دارم. حامد سیرت هستم، معاون علمی مؤسسه تحصیلات عالی آسیا. می خواهم چند نکته پیرامون رویدادهایی که برای هرات و هرات نشینان به گونه کم پیشینه و پیشینه تلقی می شد و یک تجربه جدید بود توضیحات داشته باشم. بدبختانه به تاریخ 15 میزان سال جاری هرات خفته بیدار شد و متاسفانه شاهد رویدادی بودیم که نسل اندر نسل در هرات تجربه حادثه و این زلزله خطرناک را نداشتیم. روی از این اساس در اولین شوک که وارد شد و شوکهایی که ساعتی بعد از حادثه اول در این جغرافیای آرام و آرمیده اتفاق افتید، مردم به گونه سراسیمه به فضاهای باز رجوع آوردند و بیرون شدند و هیچ کسی نمی فهمید که چرا هرات خفته و این سرزمین آرمیده و آرام به صورت آنی فعال شد و مردم را هراسان ساخت. و تا حدود ماه و اندی روز مردم هنوز به گونه سراسیمه در فضاهای باز حضور داشتند و کسی جرأت نمی‌کرد که به خانه ها بیاید. واقعا هم یک حادثه ای بود که برای هرات و هرات نشینان یک تجربه تازه بود، واقعا یک حجمی از دلهره ها را ایجاد کرد، یک تجربه جدید بود برای مردم هرات. روی از این اساس در اولین روزها جای داره که ما سپاسگزاری کنیم ساعات بعد از حادثه اراکین زیربط در خصوص در محل حادثه حضور پیدا کردند و در کنار مردم ایستادند و در کنار از او کشورهای دوست و همسایه، تجار ملی و بین المللی، مردم با عزت و شرافتمند افغانستان، علل خصوص هرات در کنار مردمشان ایستادند. دوستان باشد که گیرد دست دوست در پریشان حالی و درماندگی. حادثه زلزله هرات به لحاظ علمی یکی از عوامل و دلایلی که پشت از این قضیه بود عبارت از فشارهایی که از طرف پلت هندوستان یا پلت هند بر پلت اوراسیا که افغانستان جزء این پلت وارد شد و نهایتاً گسل هریرود یا گسل خفته هریرود که حدوداً 1400 سال خفته بود فعال شد و نهایتاً ما استرس‌های تکتونیکی داشتیم و به تعقیب از او آزادسازی انرژی و نهایتاً ارتعاش زمین. یک آزمایش بسیار بزرگ و یک امتحان بسیار بزرگ هرات پشت سر گذاشت. در 5 ارتعاش و یا لرزه اول که اتفاق افتید یا از 6 تای اول 5 تای از اونا بالای 6 ریشتر بود که در زمره یا در کتگوری زلزله های خطرناک محسوب میشه. و اگه به لحاظ علمی بیم تناسب کنیم، هر شوکی که در هر زلزله یا پس لرزه که اتفاق افتاد بالای 6 ریشتر حدوداً معادل میشه به 15 تا 20 برابر انرژی که در بمب اتمی که در هیروشیما زده شد همونقدر انرژی آزاد می‌کنه. روی از این اساس یک ساحه وسیع هر ارتعاش حدوداً 1500 کیلومتر مربع ساحل در بر گرفت. هرات ارتکان داد، متاسفانه 13 قریه تماماً به زیر آوار فرو رفت، کاملاً تخریب شد. بسیاری از ساختمان‌ها خصوصاً در همین 13 قریه فاقد اعتبار برای اسکان شد. و شهر هرات که در حومه زلزله یا حومه یا تحت سایه زلزله بود نیز
متاثر شد. الحمدلله که خوشبختانه که این زلزله در زیر شهر هرات اتفاق افتاد. محاسباتی که ما انجام دادیم حدوداً در عمق بین 10 تا 20 کیلومتر همین چند شوکه که وارد شده، کانون از اونها بین 10 تا 15 کیلومتر تا 20 کیلومتره. ساحه‌ای که تحت پوشش مستقیم زمین لرزه میآید حدوداً بین 15 تا 20 تا 30 کیلومتر در بر میگیره. ولی رو مرکز زلزله حدوداً به فاصله های 40 تا 50 کیلومتری از شهر هرات. اگر همیشه خدای ناخواسته در زیر شهر هرات با این تراکم جمعیتی و این همه ساختمان های معیوب اتفاق میفتاد، ممکنه یک تراژدی بزرگتر انسانی خلق میکرد و وقت کاری هم از دست کسی برآمده نبود و نمیشد کار کرد. واقعا جیولوژی افغانستان و نقشه های جیولوژی افغانستان نشون میده که بیشتر شوک هایی که در تاریخ زلزله خیزی افغانستان اتفاق افتیده بیشتر در مرکز افغانستان، در مشرقی و شمال شرق افغانستان. روی از این اساس نقشه ها که ما میبینیم هرات خاموش بوده. طی همه دوره های متوالی چند صد ساله هرات واقعا گسل هرات خاموش بوده. در افغانستان 3 تا گسل داریم، 3 تا گسل بزرگ یا شکستگی بزرگ یا فالت بزرگ، اونا رو نام فالت میگن. یکی از اونا فالت حریرود یا شکستگی حریرود که تقریبا از قسمت غرب هرات هم مرز با ایران شروع میشه، تقریبا تا قسمت های شمال شرقی افغانستان امتداد پیدا میکنه و ادامه از اون فالت بعدیه که میره به قسمت های پنشیر، میره به طرف خاک تاجیکستان. روی از این اساس گسل حریرود در طول همین تاریخ چند صد ساله افغانستان خاموش بوده. نقشه ها که میبینه خاموشه. روی از این اساس این زلزله این تبیین میکنه که از این به بعد هرات قطب زلزله خیزی افغانستان. هرات افغانستان قطبی بود، بیشتر ساحات مرکزی و شمال شرقی افغانستان ما تکان‌ها و لرزش‌ها داشتیم. از این پس و این زلزله‌هایی که متأسفانه اتفاق افتاد تبیین میکنه که هرات به عنوان در کنار ای که قطب علمی کشور، قطب فرهنگی کشور، قطب معنوی فرهنگ، قطب فکری و اقتصادی کشور، متأسفانه قطب لرزخیزی کشور هم از این پس محسوب میشه. روی از این اساس تمام ما و شما باید آمادگی های در خصوص تدابیر بره بروز همچو زلزله ها داشته باشه. خوشبختانه در لحظات اول که زلزله ها اتفاق افتید هر کس کار از او برمی آمد با دست انجام داد، کسی با صحبت بره آرامش مردم، کسی با زمزمه و دعا و کسی از هر طریقی که بود همدیگر کمک کردن و نهایتاً همین امتحان هرات پشت سر گذاشت. ما در این حادثه حدود 2400 تن از مردم عزیز و شرافتمند هرات خود از دست دادیم. خداوند روح همه آنها را شاد و قرین رحمت خویش قرار دهد و خداوند برای تمام عواملی که در خصوص این امر همیاری و همدلی و همکاری فرمودند، از جان و دل کار در توان آنها بود انجام دادن، خداوند به ایشان مزد و توفیقات بیشتر عنایت بفرماید. پوهنتون ها و نهادهای علمی هم در خصوص این امر ساکت ننشستند. متاسفانه در کنار این همه اندوهی که هرات او تجربه کرد در این چند ماه و یا حداقل در همون ماهی که حادثه ها بود، مردمی هم بودن که با پخش و اشاعه توطئه ها بر حجم و دلهورگی و دل حراسی مردم می افزودن که ما در چند روز آینده شامل چند اندازه مقدار ریشتر هستیم، در ساعات بعدی کدام زلزله خطرناکتر اتفاق می افتد و این دست به دست می شد در شبکه‌های اجتماعی و مردم که حراس از این همه ارتعاش داشتن بیشتر حراسان می شدن و کسی جرأت نمی کرد به خانه ها بره. این طبیعت طبعاً و لزوماً کار دولت مشکل می ساخت، کار نادهای خدمات رسانی مشکل می ساخت، برای خود مردم مشکل بود. زندگی کردن در کنار خیابان ها در فضاهای باز بدون امکانات یک عالم مشکل و دردسر داشت. در کشورهای بزرگ جهان وقت زلزله اتفاق می افتد تبعات از او بدون شک بسیار بالای
میتونه بسیار بسیار هزینه های مالی و جانی برمغان بیاره. کشور ترکیه در 2023 ما شاهد بودیم که حدود بالاتر از 50,000 انسان جان خود را از دست دادن. این طبیعت زلزله ای، این همون سنخیت زلزله ای، با همراه با وحشت، همراه با دلهورگی، همراه با یک بارم هراس و ترس می آید و هرچی که باشه صدمات انسانی باشه، مالی باشه، جانی برمغان می آید. الحمدلله که هرات با سربلندی از این امتحان بیرون آمد، خصوصا نهادهایی که در این هم همکاری کردن، دولت امارت اسلامی افغانستان که واقعا در کنار مردم خود ایستادن، از هیچ گونه تلاش مجاهدین امارت اسلامی دریغ نورزیدن، چی در ساحه زلزله چی در ساحاتی که مردم در فضاهای باز بودن، واقعا ما خود ما شاهدیم که واقعا تا جایی که توانشان بود دریغ نکردن و برای مردم اسباب و امکانات آرامش و آسایش فراهم آوردن. نمیخوایم بیشتر وقت شما را بگیرم. در آخر جای داره که کتابی که پیش همه شما هسته، یک شنبه همین هفته ششم اوت پوانتون غالب با همکاری چند تا پوانتون یا مؤسسه تحصیلات عالی دیگر در هرات و در افغانستان ما یک سمپوزیوم تدویر کردیم. یکی از مقاله های بنده هم در این کتاب هست. این کتاب حاصل تفکر 22 نویسنده افغانستان که پیرامون زلزله به دست به قلم شدن و یک کتاب ارزشمند خلق کردن. این کتاب میتونه واقعا خصوصا برخ مقالات از او یک تکیه‌گاه بلند برای نسل بعدی باشه. هرات گفتم تجارب نشون میده که ما در آینده ها هم زلزله ها یا ارتشاعات با حجم 6 تا 7 ریشتر شاهد خواهیم بود، چون گسل هرات فعال شده و عواملی که گسل تا تاثیر قرار میده به صورت بالقوه فعال هستند. به این اساس این کتاب میتونه نقشه راه باشه برای مسئولین دولتی، برای کسایی که میخوان کمک کنن برای هرات و کار از دست آنها برمیاد و انجام میده. روی از این اساس در آخر صحبت ها خومه چند تا پیشنهاد که در این مقاله هم آمده و در خدمت شما شریک میکنم. امیدوارم که این پیشنهادات بتونه حداقل کاری که ما و شما میتونیم برای آینده هرات انجام بده. اولین نکته اینه که تجارب و مشاهدات عینی و همچنین تجارب حاصله از زلزله های اخیر هرات نشون میده که گسل فعال شده. ما اتفاق افتیدن زلزله های با حجم 6 تا 7 ریشتر شدیداً محتمل میتونه اتفاق بیفته. روی از این اساس مردم باید آمادگی ها خود داشته باشن. ما کیس هایی داشتیم در اولین ارتعاشات هرات که زلزله اتفاق افتیده، معلم با شاگردان خوب سنت بوده، در اولین شوک معلم رفته بیرون و بعد از که آرام شد آمده دیده شاگردهایی که مثلا 7-8 ساله 10 ساله سرگرد دارن. این نشون میده چون ما تقریبا این تجربه برای ما صفر بود، ما نداشتیم این تجربه. حتی در سطح مکاتب و دانشگاه ها ما هیچ نوع تدبیر و آموزش برای ای که در زمان که زلزله اتفاق میفته و بعد از زلزله هیچ تجربه نداشته. اینها نشون میده که ما باید بیشتر آمادگی بگیریم. اگر هرات از این بعد زلزله خیز باشه، ما هم باید مطابق از اون آمادگی های بیشتر داشته باشیم. بحث بعدی اینه که هرات همینطور که در طول درازنای تاریخ نگین خراسان بوده، هست، قطب علمی کشور بوده و هست، قطب لرزخیزی افغانستان هم تلقی میشه. روی از این اساس ما چند ساله که بالای تأسیس یک دیپارتمنت جیولوژی و معدن در هرات کار میکنیم، هنوز به نتیجه نرسیدیم. ما قبلا جلسه هم داشتیم با مقام محترم والی سیف و آنها وعده همکاری دادن. متاسفانه هنوز ما در بسیاری از ولایت های درجه دوم و سوم در افغانستان ما دیپارتمنت ها حتی در سطح پوهنزه جیولوژی و معدن داریم. هرات که همیت یک
شهر علم و فرهنگ و تمدنه، ما حداقل پیشنهاد کردیم حداقل یک دیپارتمنت برای معادن و زمین شناسی داشته باشیم که انشاءالله بشه که با همکاری نهادهای زیربط و مقام ولیس محترم ای کار به ثمر بنشینه و ما بتونیم حداقل کترهای متخصص در خصوص زمین شناختی و مفاهیم زلزله و سایر پارامترها به این جامعه تقدیم بکنیم. بی از او معادن در افغانستان و در هرات به قرارداد سپرده شد و از این بعد شروع میشه. چند تا معدن که در قریان داریم، معادن که در غوره، در حومه هرات، اینا همگی ضرورت به کدرهای علمی. موضوع بعدی، هرات با آبده‌های تاریخی خوش شناخته میشه. متاسفانه زلزله‌های اخیر حجم کثیری از آبده‌های تاریخی تحت تاثیر قرار داد. حدوداً من در یکی از منابع خوندم که 800 خورده ای از آبدات تاریخی ما تحت تاثیر قرار گرفته، متضرر شدن. روی از این اساس ایجاب میکنه که ما به مرمت، به دوباره سازی، ترمیم و حفظ و مراقبت این آبده‌ها بپردازیم. بحث بعدی، چون زلزله هرات یک زلزله واقعا خطرناک بود، خسارات مالی و جانی فراهم آورد، ایجاب میکنه یک تیم تکنیکی تشکیل بشه. عموما در تمام کشورها وقتی که زلزله اتفاق میفته یا پدیده‌های طبیعی، تیم‌های تکنیکی بسیج میشن، میرن از نزدیک با دید و با عینک تخصصی قضیه واکاوی میکنن، بررسی میکنن تا اینکه ببینن که عوامل بیشتر پشت از این چی بود، در آینده ممکنه چه اتفاقات در خصوص قضیه اتفاق بیفته. روی از این اساس من پیشنهاد میکنم که یک تیم متخصص در شامل باشه از اساتید پوهنتون‌ها، کادرهایی که خود ما و شما در ریاست معادن و پترولیم داریم و سایر متخصصین و نویسندگان و محققین برن بالای فالت هریرود یا شکستگی هریرود تحقیق کنند و قضیه از نزدیک با تمام جزئیات رو چکار کنند و بررسی کنند. بحث بعدی، تمام زلزله هایی که در تاریخ دنیا اتفاق افتاده پشت از اونها عوامل و پیامدهای وجود داشته. پیامدهای زلزله هرات چند تا پیامد گسترده داشت. آب چشمه ها، چاه ها و غیره در همون روزهای زلزله و پس از زلزله دیدیم که تغییر کرد. حتی در قریه های بالادست مناطق زلزله خیز زندجان چشمه های جدید احیا شد و جدید شد. مشاهدات نشون میده که در حومه بستر هریرود با توجه به اینکه استعداد بالای خاک منطقه داره، محتمله که روانگرایی یا ریزش خاک اتفاق افتاده باشه. بنابراین این یک چیز ثابتی، هر جایی که آب باشه به شرق همون جا اسکان میکنه. از طرف شرق هرات بگیریم تا به غرب، در امتداد دریای هریرود بسیاری از زندگی ها جریان داره، قریه ها هستن. بنابراین اینها پس از زلزله های اخیر در هرات ممکنه که مستعد به لغزش شده باشه و بتونه لرزش های بعدی باز ای ساحات ارتداد آسیب قرار بده. بنابراین باید این مسائل توجه بشه و تحقیقات روی از اینا صورت بگیره. بحث بعدی، زلزله هرات یکی از حاشیه‌های از او در کیلومتر 70 شاهراه هرات تورغندی ما شاهد لغزش دامنه‌هایی که در کنار سرک دامنه هایی که شیب دارن در زمان زلزله استعداد از اونا برای لغزش بیشتر میشه که ما شما شاهد بودیم لغزش شد، حتی ممکنه که خسارات را ایجاد کرده باشه، دقیق یاد بنیه. بنابراین هرات مثل یک کاسه ایه که اطراف از اون کلن شیب ها و کوه های ممکنه در زلزله های بعدی و یا زلزله فعلی استعداد کتله ها بالا برده باشه برای لغزش و در ارتعاشات بعدی بتونه حجم بیشتر از لغزش ها ما شاهد باشیم. بنابراین این هم ایجاب میکنه که ریاست های زیربط، ادارات دولتی زیربط و غیره در خصوص امر اقدامات جدی روی دست بگیرن که ما خدای نکرده شاهد لغزش بیشتر و یا خسارات بیشتر نباشه. بحث بعدی، هرات یک شهر صنعتی بوده و هست. در هرات ما یک سری سازه‌های بسیار حساس داریم. بند پاشتان، بند سلما، لوله‌های شارای
ریل آهن یا خط آهن قریان خاف و همچنین پل هاشمی، پل تیرپل که اینها در مسیر دریای حریرود هستند، چون دقیقاً شکستگی حریرود به امتداد دریای حریرود است. به این ارتباط اینها در ایلرزش ها ممکنه که تحت تاثیر قرار بگیرند. میلیون ها متر مکعب پشت بند سلما آب جمع شده، این تکان ها وقتی که میده با این همه حجم انرژی که پشت از اینه میتونه استعداد شکستگی بندر بالا ببره و ما خدای نکرده شاهد یک تراژدی دیگر نباشیم. به ارتباط بعد ادارات زیر آب خصوصا ریاست حوزه دریایی حریرود بالا مرغاب تحقیقات و تفحصات و پیرامون لغزش دامانه ها پشت ذخیره‌گاه بندر بیشتر کنن، ببینن که اگر کدام جای مستعد برای لغزش شده و میتونه بند و یا سد آب تحت تاثیر قرار بده، اونا شناسایی کنن و تدابیر برای از اون سنجیده بشه. بحث بعدی در دولت گذشته پس از ایجاد دولت جمهوری در افغانستان و سرازیر شدن حجم انبوهی از سرمایه ها در افغانستان، ساخت و سازها آغاز شد و متاسفانه در عدم وجود یک پلان مدون و ماستر پلان ما ساختمان های خودسر داریم، ساختمان هایی که بدون رعایت مفاهیم و قوانین مهندسی ساخت و ساز شدن در طی 20 سال. بنابراین این زلزله یک بار دیگر برای ما یادآوری کرد که هرات اگر خدای ناکرده در محدوده هرات زلزله اتفاق افتاد میتونه حجم انبوهی از خسارات با این همه ساختمان های معیوب به بار بیاره. روی از این اساس ایجاب میکنه و یکی از وظایف تأخیر ناپذیر دولته که روی ماستر پلان کار کنن و از ساخت و سازهای خود سر جلوگیری کنن تا ای که خدای ناکرده ما شاهد تلفات انسانی و مالی و جانی نباشیم. بحث بعدی پروژه تاپی که از دولت گذشته کارای از او و زمزمه های آغاز از او بود تا این دولت که امیدواریم که آغاز بشه. اگر آغاز بشه یکی از وظایف تأخیر ناپذیر دولت در خصوص تطبیق پروژه تاپی اینه که مسائل زمین شناختی باید در خصوص رعایت کنند. لوله های پپلاین از زیر زمین عبور میکنه، زلزله ها و تکان های زمین اونا میتونه شدیداً اگر با گرد های بالا باشن ارتعاشات تحت تاثیر قرار بده.